بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر محمد شریفوری هستم، استاد دپارتمنت انستزی. امید که همیتان از صحت کامل برخوردار باشید. موضوع لکچر امروزی ما احیای مجدد قلبی ریوی می باشد. در جریان لکچر امروزی ما در مورد ارزیابی مریض مصدوم، انجام دادن مساج قلبی و تنفسی و وضعیت دهی مناسب مریضانی که در حالت غیر شعوری قرار دارند صحبت خواهیم نمود. احیای مجدد قلبی و تنفسی یک پروسیجر بسیار مهم و حیاتی برای احیای مجدد مریضانی که دچار توقف قلبی ان می باشد. یا به عباره دیگر کاردیو پولمونری ریسوسیتیشن شامل یک سلسله تدابیر سیستمیک بودند که با وارد کردن فشار بالای سینه و دادن تنفس مصنوعی زمینه رسیدن خون که حاوی اکسیژن و مواد غذایی را به دماغ مساعد ساخته و در کوتاه مدت از تخریب دماغ و قلب جلوگیری میکند. تقریبا در حدود 70,000 واقعات ارست قلبی سالانه در اروپا ثبت می گردد. بیشتر از 80% اسباب مرگ های آنی به دلیل امراض قلبی واقع می شود و از جمله بیماری های قلبی 90% آنها مرگ ناشی از بی‌نظمی های قلبی را تشکیل می دهد. چون در کوتاه مدت باعث تخریبات دماغ می شود، قبل از رسیدن به مرکز خدمات عاجل هر چه زودتر اقدامات اولیه احیای مجدد قلبی و تنفسی که شامل بیسیک لایف سپورت می شود شروع شود. احیای مجدد مقدم و دیسی شاک عاجل توقع حیاتیت را در مریضانی که در ارست قلبی و تنفسی می باشد بالا می برد. زنجیر نجات در مریضانی که در ارست قلبی و تنفسی می باشد نشان می دهد که شناسایی مقدم و درخواست کمک، احیای مجدد مقدم، دیفیبریلیشن سریع و زودتر برای آغاز دوباره فعالیت قلب و مراقبت احیای مجدد جهت اعاده کیفیت زندگی لازمی می باشد. قابل یادآوری است که آمار موفقیت احیای مجدد در 4-6 دقیقه نخست بعد از توقف قلبی و تنفسی بیشتر بوده، در صورتی که مراحل ابتدایی احیای مجدد سریع و به گونه درست انجام یابد. احتیاط های لازمی در جریان فراگیری و آموزش CPR: اول، هیچگاه هم در زمان فراگیریتان در اشخاص سالم احیای مجدد قلبی ریوی را انجام ندهید. دوم، بعد از اجرای CPR دستها و صورتتان را بشویید. برای شستن دستها بهتر است که از آنتیسپتیک و یا الکل استفاده شود. از مونیکن CPR در حالات ذیل استفاده نکنید. زمانی که سرماخوردگی داشته باشید و یا گلودردی داشته باشید از مونیکن CPR استفاده نکنید، و یا هم زمانی که منتن باشید بلخصوص هپاتایتیس A ویروس و یا C ویروس داشته باشید، و یا هم هر مرض و یا آفتی که سبب سرایت به دیگران شود
از مونیکن سی پی آر استفاده نکنید. اقداماتی که جهت احیای مجدد مریضان توقف قلبی انجام می‌یابد به دو کتگوری تقسیم می‌گردند. اول BLS یا Basic Life Support که موضوع درس امروزی ما را تشکیل می دهد و دوم ACLS و یا Advanced Cardiac Life Support می باشد. مراحل کلی BLS شامل موارد ذیل می باشد. اول دسترسی مسئول به مصدوم، دوم بررسی حالت شعوری مصدوم، سوم درخواست کمک، چهارم باز کردن طرق هوایی، پنجم ارزیابی سیستم تنفسی، ششم تماس با گروه احیای مجدد یا خدمات عاجل که در مملکت ما شماره امبولانس 102 می باشد و به می شکل تأمین سیستم دورانی با انجام مساج قلبی و برقراری تنفس می باشد. اهتمامات و ترتیب EBC یا Airway Breathing و Circulation که در رسیدگی واقعات عاجل در نظر گرفته می شود در اینجا هم عین چیز است. اما در یکی از انجمنهای آمریکایی قلبی که مطالعه نمودم در نظر گرفتن ترتیب آن را به جای ABC یعنی Airway Breathing و Circulation به CAB یعنی Circulation Airway Breathing تغییر داده بود. یعنی آنها در قدم اول بالای تأمین سیستم دورانی تأکید نموده بود. خب شروع میکنیم از دسترسی مسئول به مصدوم. زمانی که وارد صحنه شدین در تلاش تیم نجات دهنده شوین، به خاطر از اینکه CPR کار یک نفر نیست، کار یک تیم است. دیگه ای که کوشش کنین که شواهد از بین نبرین. در صورتی که ازدحام و بیروبار در صحنه باشد بیروبار را کمتر بسازید. در صورتی که کدام مانع برای انجام دادن CPR مسئول وجود داشته باشد، مثلا شیشه در صحنه موجود باشد، لاین باشد یعنی لاین برق باشد و یا کدام مانع دیگری وجود داشته باشد، مانع از ساحه برداشته شود اما شواهد باز میگیم که از بین شواهد از بین نبرید. دوم بررسی حالت شعوری. مریض را شور بدهید و پرسان کنید. مثلا پرسان کنید که خوب هستی؟ در صورتی که واکنش نشان داد شما از واکنشش فهمیده میتونید. مثلا اگر گفت که خوب هستم برای لحظه به حالت خودش بگذارید و دریابید که چه مشکل وجود دارد. در صورتی که مریض نارام باشد، ناله می کشد و یا هم حالت شعوریش خراب می شود، مریض را باز ارزیابی نمایید و در صورت دریافت مشکل درخواست کمک نمایید و خودتان هم دست به کار شوید. یعنی
ترتیب A، B، C که در رسیدگی وقات آجل مد نظر گرفته می شود مد نظر بگیرید. خب از A شروع می کنیم. A یا ایروی طرق هوایی مریض را باز نمایید. ممکن در جوف دهن مریض افرازات، خون و یا جسم اجنبی باشد که سبب مسدود ساختن طرق هوایی مریضان می شود. در صورت موجودیت چنین مشکل هرچی زودتر رسیدگی شود. دوم، گردن مریض را در حالت فرد بست می آوریم تا که زبان مریض به خلف سقوط نکند و سبب مسدود ساختن طرق تنفسی مریض نشود. در صورتی که سرویکال سپاین مریض تراما دیده باشد، گردن مریض را تثبیت نموده و مریض را در حالت سوپاین قرار داده، وضعیت یا مانوره هد تیلت چین ریفت را انجام می دهیم. بررسی تنفس مریض. در بررسی تنفس مریض لوک، لسن، فیل را مد نظر می گیریم. یعنی صدر مریض را می بینیم که هر دو طرف در تنفس اشتراک می کند و یا خیر. می بینیم که مریض نفسک زدن دارد و یا نه و یا هیچ تنفس نمی کند. بعد گوش خود را نزدیک دهن مریض می بریم که آوازهای تنفسی را شنیده می توانیم و یا خیر، و نبض مصدوم را در اوی گردن احساس می کنیم. در صورت دریافت مشکل تماس با گروه احیای مجدد یا خدمات عاجل صورت گیرد که در شرایط مملکت ما تماس با امبولانس صورت گیرد که شماره 102 می باشد. بعد از ارزیابی نبض و تنفس مصدوم، 4 احتمال زائل می تواند موجود باشد. اول، نبض و تنفس هر دو موجودند. مریض ضرورت به احیای مجدد قلبی و تنفسی ندارد که در این حالت مریض را تحت نظارت خود قرار داده در صورت ضرورت تداوی عرضی صورت گیرد. دوم، نبض و تنفس هر دو موجود نیست. مریض ضرورت به احیای مجدد قلبی تنفسی دارد. سوم، نبض موجود نیست اما تنفس موجود است. از مساج قلبی آغاز کنید. چهارم، نبض موجود است اما تنفس موجود نیست. از تنفس دادن آغاز کنید. چست کمپرشن و یا مساج قلبی. محل مناسب برای مساج قلبی قسمت وسطی قفس سینه و یا ناحیه بین دو نوک سدیه است. شیوه درست مساج قلبی. اول، کف یک دست خود را در قسمت وسط قفس سینه قرار دهید. سپس دست دیگرتان را بالای آن قرار دهید که معمولا اول دست چپ در پایین قرار داده می شود و دست راست بالای آن قرار می دهیم. سوم، انگشت دست بالایی تان را با انگشتان دست پایینی تان قفل نمایید.
فاصله تان با مصدوم به اندازه کافی نزدیک باشد تا بتوانید بهتر فشار وارد نمایید. دستانتان بالای قفس سینه از قسمت شانه‌تان باید عمود باشد و در هنگام مساج دادن نباید قات شود. ششم، هنگام مساج دادن مفصل رانتان را حرکت نمایید. هفتم، تعداد آن از 100 بار در دقیقه کم نباشد. هشتم، عمق فشار دادن در کاهلان 4 الی 5 سانتی متر می باشد. در صورتی که کمتر باشد مساج قلبی مؤثر واقع نمی شود. به می شکل در کودکان از 1/3 قفس سینه کم نباشد. نوم، به هر اندازه که فشار وارد می نمایید به همان اندازه دستتان را بلند نمایید. دوم، محکم و سریع فشار دهید. یازدهم، در هنگام مساج قلبی توقف نکنید، چون هر بار توقف جریان خون نیز متوقف می شود. دوازدهم، بعد از هر بار مساج دادن بگذارید قفس سینه به حالت عادی خود برگردد. سیزدهم، نسبت مساج بر تنفس باید 30/2 باشد. یعنی بعد از هر 30 بار مساج قلبی 2 تنفس مصنوعی داده می شود. و در صورتی که مریض انتیوبیشن شده باشد مساج دادن بدون وقفه انجام شود. مساج قلبی مؤثر 1/4 الا 1/3 جریان خون نرمال را تامین می نماید. برقراری تنفس مصدوم. به صورت عموم 4 طریقه تنفس دادن موجود است. اول، تنفس دهن به دهن. دوم، تنفس دهن به بینی. سوم، تنفس دهن به ماسک. چهارم، تنفس انبوبک به ماسک، که بهترینشان طریقه انبوبک به ماسک می باشد. طریقه تنفس مصنوعی دهن به دهن. اول، از قسمت بینی مریض می گیریم که از فرار هوا جلوگیری شود. دوم، تنفس عمیق می نماییم. برای انجام تنفس مؤثر دهن نجات دهنده بالای دهن مصدوم قرار داده می شود. آنچه در شش خود دارید بدون گرفتن هوای اضافی در ظرف 1 ثانیه در دهن مریض پف می کنیم تا که صدر مریض بالا برود و بعد 1 ثانیه می گذارانیم تا که به حالت اولی برگردد و همین عمل را تکرار می نماییم. بعد از هر 30 مساج قلبی 2 تنفس مصنوعی داده می شود. قابل ذکر است که در تنفس مصنوعی دهن به دهن اکسیژن 21% فضای اتمسفیر به 16% در زمان انتقال می رسد. یعنی اکسیژن هوای تنفس مصنوعی که به مصدوم می رسد 16% می باشد. در صورتی که مصدوم شروع به تنفس نماید، مصدوم را در وضعیت ریکاوری قرار می دهیم.
که در وضعیت ریکاوری دست راست را از مفصل آرنج به زاویه 90 درجه قاط می کنیم. بعدا دست چپ را از مفصل آرنج و پای چپ را از مفصل زانو قاط می نماییم و مریض را به پهلوی راست قرار می دهیم که این وضعیت را وضعیت ریکاوری می نامند. چون لکچر امروزی ما جنبه عملی بیشتر دارد، می خواهیم با ویدیو پروسیجر این بخش را زمینه نماییم و در صورت فراهم شدن فرصت انشاءالله در سکلاب کار خواهم نمود. Now let's take a look at a complete sequence of CPR with the initial assessment followed by cycles of compressions and breaths. Now watch carefully because you'll get a chance to practice all these steps together soon. Look. Sir, are you okay? Sir, can you hear me? Mike, he's not responding. I'll get help from the ED. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. One, two, three, four, five, six, seven, eight. نه. اکثریت موضوعات لکچر امروزی را از رفرنس اولم استفاده نمودم. برای معلومات افاقیتان می توانین که از رفرنس متذکره استفاده نمایید و به شکل خلاص در 3 صفحه برایتان ترجمه نمودم. در صورتی که کدام سوال داشتین برایم پیام بگذارید. ای بود لکچر امروزی ما که خدمت شما ارائه گردید. امید که مورد استفاده تان قرار گیرد. تشکر از توجهتان.